دولت چین اعلام کرد به منظور کنترل و جلوگیری از گسترش کرونا ویروس نوظهور کلیه مراسم رسمی سال نو در پکن را لغو خواهد کرد. سازمان جهانی بهداشت نیز روز پنجشنبه گفت قابلیت انتقال انسانی ویروس بیش از آن است که تصور می‌شد. این ویروس تا نیمه شب گذشته موجب مرگ 17 نفر و بیماری چند صد تن دیگر شده بود. گزارش اشیده رضایی. تلویزیون دولتی چین ضمن اعلام آخرین آمار بیماران مبتلا به بیماری مرموز کرونا ویروسی از اعمال مقررات محدودیت تردد در ووهان و دو شهر دیگر خبر داد. تا نخستین ساعت بامداد امروز کمیسیون ملی بهداشت گزارش‌های تایید شده از ابتلای 571 نفر به زاتولیه کرونا ویروسی از 25 استان دریافت کرده که حال 95 نفر آنها وخیم است و 17 نفرشان در استان هوبه مردند. مقررات محدودیت تردد ووهان و دو شهر دیگر چین شامل پرواز هواپیماها و کلیه وسایل نقلیه عمومی است. نماینده سازمان جهانی بهداشت در چین اقدام به منع رفت و آمد در شهرهای چند میلیون نفری را به منظور مقابله با اپیدمی بیماری کاری بی سابقه می داند. تلاش برای در حصر قرار دادن 11 میلیون نفر پدیده نوظهوری در حوزه علمی است و تا به حال در زمره اقدامات بهداشتی نبوده است. برای همین هم ما در مورد اثر بخشی آن نمی توانیم اظهار نظر کنیم. سازمان جهانی بهداشت ضمن بررسی آخرین داده‌های اپیدمیولوژی وضعیت جهانی گسترش کرونا ویروس نوظهور و اقدام‌های لازم برای کنترل و مقابله با آن را اعلام کرد. ما در تماس نزدیک و 24 ساعته با مقام‌های چین هستیم. آنها با تعهد کامل و با همه امکانات موجود در حال مبارزه با بیماری هستند و ما به آنها تاکید کردیم که این کار نه فقط برای سلامت کشورشان بلکه ثبات جامعه بین‌المللی ضروری است. با این همه کشورها یکی پس از دیگری در مبادی مرزی و فرودگاه‌ها ایستگاه‌های بیماریابی برپا می‌کنند و از آنجا که حوزه گسترش فعلی ویروس قاره آسیا است، به گفته متخصصان همه کشورها خصوصا در قاره آسیا که ایران نیز در آن قرار دارد، باید به تقویت مکانیزم‌های نظارت و بیماریابی بپردازند. شیده رضایی، صدای آمریکا.